سرخط خبرها. برای منافع ملی کشورمون از هر ابزاری باید استفاده کنیم. پس لرزه های سفر ظریف به بیاریتس، حسن روحانی میگوید حاضرم به خاطر مردم با هر شخصی دیدار کنم. دیروز مواضع هشت شعبی در عراق، امروز گروه جبهه خلق برای آزادی فلسطین در مرز لبنان و سوریه، حملات اسرائیل به مواضع نیروهای همسو با ایران در منطقه ادامه دارد. گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان، خلیلزاد میگوید برخلاف میل طالبان حمایت آمریکا از نیروهای افغان بعد از توافق ادامه خواهد داشت. دومین سالگرد حمله نظامی میانمار، پناهجویان روهینگیا در بنگلادش با تقاضای اجرای عدالت تجمع کرد. سلام و عصر بخیر. رئیس جمهوری ایران گفته است که اگر مذاکرات باعث حل مشکلات مردم بشود با هر کسی گفتگو خواهد کرد. حسن روحانی این را یک روز بعد از سفر غیرمنتظره جواد ظریف وزیر خارجه ایران به محل برگزاری نشست گروه هفت در بیاریتس گفته. آقای ظریف در این سفر با رئیس جمهوری و وزیر خارجه فرانسه دیدار کرد. تنش با ایران یکی از موضوعات مورد بحث نشست امسال سران کشورهای گروه هفت بود. جزئیات بیشتر از ژیار گل. سفر غیرمنتظره دیروز وزیر خارجه ایران به بیاریتس فرانسه، جایی که نشست سران کشورهای گروه هفت در جریان است. جواد ظریف عکسهایی از دیدارش با رهبران فرانسه را در توییتر منتشر کرده. او در یک رشته توییت نوشته علی‌رغم تلاش‌های آمریکا برای نابودی دیپلماسی، امروز با امانوئل مکرون رئیس جمهور و وزیر خارجه فرانسه دیدار کردم. او گفته ایران دیپلماسی فعال را برای گفتگوهای سازنده ادامه می‌دهد. امانوئل مکرون برخلاف آمریکا تلاش می‌کند توافق برجام را زنده نگه دارد. یک سال و نیم پیش هم از ظریف خواست که ایران در برنامه موشک‌های بالستیک تجدید نظر کند. ظریف قبول نکرد چون رهبر ایران قبول نمی‌کند. فرانسه از طرفی لحنی انتقادی به ایران دارد و همزمان ظریف را به نشست دعوت می‌کند. این سفر نتیجه‌ای نداشت. هدف امانوئل مکرون از دعوت از ظریف منزوی کردن آمریکا نبود، اما برای ظریف بود. رئیس جمهوری آمریکا هم دیدار با جواد ظریف را خیلی زود خوان، اما گفت خواهان زندگی بهتر برای ایرانیان است. ما خواهان ایران قوی و ثروتمند هستیم، نه کشوری فقیر و ضعیف. ما به دنبال تغییر رژیم در این کشور نیستیم. دیدیم سیاست‌های 20 سال گذشته خوب و کارآمد نبود و می‌خواهیم ایران دوباره ثروتمند باشد، البته اگر خودشان بخواهند. تنها چیزی که می‌خواهیم ایران کشوری غیر هسته‌ای باشد. ما هم مذاکره میکنیم برای اینکه اون کار. پس از سفر دیروز وزیر خارجه ایران به نشست سران گروه هفت، رئیس جمهور ایران هم گفته حاضر است با هر کسی در جهت منافع ملی دیدار کند. برای منافع ملی کشورمون از هر ابزاری باید استفاده کنیم و اگر من بدانم به یک جلسه بروم، با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد میشه و مشکلات مردم حل میشه، من دریغ نخواهم کرد. حسن روحانی در حالی میگوید او حاضر است با هر کسی مذاکره کند که رهبر ایران پیشتر هر گونه مذاکره با آمریکا را رد کرده است. اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکایی‌ها سازش کنیم، بی خودی نقشه بی اساس و بی پایه میکشند. آمریکا رو به افوله. اروپایی‌ها به رهبری فرانسه در نشست امسال گروه هفت تلاش می‌کنند از تنش بین ایران و آمریکا بکاهند. با توجه به سفر دیروز جواد ظریف و صحبت‌های امروز حسن روحانی، به نظر می‌آید ایران هم به مذاکره تمایل دارد. رهبران آمریکا همواره گفتند بازگرداندن تحریم‌های سنگین برای کشاندن رهبران ایران به میز مذاکره است. ژیار گل، BBC.
محسن سهدوش پژوهشگر روابط بین الملل و علوم سیاسی دانشگاه کوینزلند از برزبن استرالیا با ماست. آقای سهدوش، پس لرزه های سفر آقای ظریف به بیاریتس رو میشه در تهران احساس کرد؟ درود بر شما. بله، همونجور که شما تو گزارشتون گفتین، خب نظرات موافق و مخالف زیادی قطعا در مورد سفر آقای ظریف به بیاریتس وجود داره در حال حاضر. اما اون چه که باید بهش توجه بکنیم که سفر فوری آقای ظریف به فرانسه و با دعوت رئیس جمهور فرانسه و وزیر امور خارجه فرانسه قطعا با تایید رهبری ایران بوده. آنچه که در حال حاضر داره اتفاق میفته به نظر برای حفظ وجهه حاکمیت هست که نشون بدن به خاطر اثر استیصال نبوده و اثر درماندگی نبوده و فقط با دعوت فرانسه برای نشون دادن حسن نیت خودشون به اونجا رفتن. صحبت‌های آقای روحانی رو چطور باید تفسیر کرد؟ آیا نوعی دفاع از سفر آقای ظریف به بیاریتس در مقابل تندروها در ایران، یا اینکه داره خبر از این میده که شاید احتمال ملاقات او با رئیس جمهور آمریکا در نیویورک باشه؟ به نظر من هم در دفاع از سفر آقای ظریف به فرانسه بود و هم اینکه پیشاپیش شاید زمینه رو آماده بکنن برای ملاقات احتمالی. آنچه که آقای ظریف انجام داد با سفری که به فرانسه کرد، به نظر من باز کردن باب مذاکره با قدرت‌های بزرگ دنیا بود و قدم بعدی با توجه به صحبت‌های آقای روحانی شاید یک ملاقات از پیش اعلام نشده بین آقای روحانی و یا حتی مکالمه تلفنی باشه که در جهت حصول یک توافق احتمالی در آینده و یا ادامه دادن به هر حال مذاکرات برای حل اختلافات بین دو تا کشور باشه. آقای خامنه ای همونجور که در گزارش ژیار شنیدیم میگه خیلی بی خودی نقشه میکشن، خیلی بی اساس، آمریکا رو به افول، نیازی به مذاکره نیست. بله، خب به هر حال هر دو طرف نیاز دارن که نشون بدن که مواضعی که در طی این مدت داشتن، حالا مواضع ضد آمریکایی که در ایران داشتن و یا آقای ترامپ آنچه که از خودش نشون داده به عنوان یک فرد قدرتمند که داره ایران رو به زانو در میاره، در داخل مجبور هستن که ادامه بدن اون لحن تند خودشون رو در مقابل همدیگه. اما آنچه که به هر حال از این صحبت ها برمیاد، دو طرف خودشون هم به این نتیجه رسیدن که خب چاره ای به صحبت کردن با همدیگر ندارن. شاید یک توافق جامع و کامل در تمام زمینه ها واقعا به دست نه، اما برگشتن شاید به بخش های از برجام و یا همین رد و بدل کردن پیام های نصف نیمه با همدیگه منجر به تنش زدایی بیشتر بین دو طرف بشه. آقای سلجو، الان که با شما صحبت میکنیم تصاویر زنده داریم از محل کنفرانس سران گروه هفت. سالن کنفرانس خبری هست، پرچم آمریکا، پرچم فرانسه، احتمالاً آقای مکرون و آقای ترامپ به زودی اینجا در پایان این کنفرانس دو روزه سخن خواهند گفت در مقابل خبرنگاران. بذارید این آخرین سوال رو از شما بکنم در مورد آن چیزی که از این مذاکرات دیروز بیرون آمد. ظاهرا آقای ظریف خوشبینه، میگه راه طولانی در پیش است و مشکل، اما به امتحانش میارزه. اشارش به چیه؟ من فکر میکنم اشاره آقای ظریف به بسته پیشنهادی فرانسه بود، آنچه که در رسانه ها تا به حال منتشر شده. فروش نفت محدود، کم کردن تنش ها در منطقه با توجه به تغییر سیاست ایران در منطقه و گفتگوها بر سر برنامه موشکی ایران جزء بندهایی بوده که فرانسه پیشنهاد داده. اما خب اینکه آقای ظریف میگن که بسیار راه مسیر مشکلی هست، درست میگن، چون بخش های از این بسته پیشنهادی فرانسه از قبل ایران موضع خودش رو اعلام کرده، در حقیقت رد کردن خط قرمز ایران هست در مورد برنامه موشکی و دفاع ایران یا تغییر سیاست ایران در منطقه. قسمت اعظم این سیاست ایران در منطقه در پاسخ به سیاست رقبای منطقه ایران بوده که خب در این مذاکرات صحبتی ازش نمیشه. مثلا در چند روز گذشته اسرائیل مواضع ایران و یا نیروهای وابسته به ایران در لبنان، عراق و سوریه رو بمباران کرده.
بنابراین این مسیر حقیقتا مسیر بسیار مشکلی خواهد بود که تمام این مواردی رو که مطرح کردن بخوان با هم دیگه به توافق برسن، چون موضوع فقط صحبت بر سیاست ایران در منطقه نیست، رقبای منطقه ایران هم در خیلی از اتفاقاتی که داره میفته دخیل هستن. آقای سلجو خیلی ممنون از شما. محسن سلجو از دانشگاه کوینزلند از برزبن با ما بود. متشکرم. رئیس ستاد ارتش ایران گفته که ناوشکن سهند در اولین ماموریت بلند مدتش در خلیج عدن مستقر شده. به گفته حبیب الله سیاری، ناو پشتیبانی و بالگردبر خارگ سهند را در این ماموریت همراهی می‌کند. آقای سیاری گفته که ماموریت این ناوشکن تأمین امنیت برای کشتیرانی جمهوری اسلامی در آبهای آزاد و اسکورت کشتی‌ها در دریای عمان و خلیج عدن است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وزیران پیشنهادیش را برای وزارت آموزش و پرورش و میراث فرهنگی به مجلس معرفی کرده. محسن حاجی میرزایی گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت آموزش و پرورش است و علی اصغر مونسان برای وزارت تازه تأسیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی معرفی شده. طبق قانون ایران مجلس باید به این دو رأی اعتماد بدهد. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران گفته که قرار است وزیر اطلاعات همه ابعاد دستگیری متهمان به ترور دانشمندان هسته‌ای را در مجلس توضیح دهد. به گفته سخنگوی دولت، محمود علوی وزیر اطلاعات برای پاسخ دادن به سوال یکی از نمایندگان به مجلس خواهد رفت. پیشتر محمود صادقی نماینده مجلس از مسئولان خواسته بود در این باره توضیح دهد. دولت هفته پیش تایید کرد که کسانی را که وزارت اطلاعات وادار به اعتراف تلویزیونی و قبول مسئولیت قتل دانشمندان هسته‌ای کرده بودند، همگی بیگناه بودند. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید که عده‌ای در پوشش مسائل کارگری اهداف دیگری را دنبال می‌کنند. آقای رئیسی درباره این اهداف توضیح نداده، اما گفته که کارگران باید در مقابل کسانی که فضای اعتراضات را آلوده می‌کنند بایستند. او در این حال گفته که دغدغه کارگران قابل درک است و کسانی که واقعاً به مشکلات اعتراض دارند باید تقدیر شوند. در همین حال کارگران شرکت تولید تجهیزات سنگین هبکوی عراق برای سومین روز متوالی مقابل استانداری استان مرکزی در اعتراض به تأخیر در دریافت حقوق و رکود تولید تجمع کردند. حمله های اسرائیل به مواضع نیروهای طرفدار ایران در منطقه ادامه دارد. امروز ارتش اسرائیل اعلام کرد جنگنده هایش به غزه حمله کردند. منابع فلسطینی میگویند که این حمله ها تلفاتی نداشته. حملات اسرائیل پاسخی به پرتاب 3 موشک از غزه به خاک اسرائیل بود. گزارش ها همچنین میگوید که ارتش اسرائیل به نقطه‌ای در نزدیکی مرز لبنان با سوریه که محل حضور یک گروه فلسطینی است حمله کرده. جزئیات بیشتر در گزارش شیدا هوشمندی. در یک سوی گیتی وزیر خارجه ایران سیاستمداران غربی را برای دیپلماسی در عمل انجام شده قرار می‌دهد. در سوی دیگر گیتی هم آتش یک درگیری در حال شعله ور شدن است. درگیری که یک سوی آن عملاً ایران است. ارتش اسرائیل در روزهای اخیر به مواضع نیروهای همسو با ایران در عراق، سوریه و لبنان حمله کرده. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران این حملات را نشانه استیصال می‌داند و می‌نویسد که اسرائیل در بین 5 کشور محور مقاومت ایران، عراق، یمن، سوریه و لبنان محاصره شده. اسرائیل حالا دیگر برخلاف گذشته مسئولیت حمله به مواضع همراهان ایران را آشکار بر عهده می‌گیرد. نمونه آن حمله به مقر نیروهای جبهه خلق برای آزادی فلسطین، شبه نظامیان نزدیک به مثلث ایران، سوریه و حزب الله. رسانه‌های لبنانی می‌گویند 3 حمله هوایی به پایگاه جبهه خلق در مرز سوریه و لبنان در دره بقا انجام شده، دقیقاً 30 کیلومتری بیروت، پایتخت لبنان. این حملات بعد از آن انجام شد که حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، حمله اخیر ارتش اسرائیل به حومه دمشق و جنوب بیروت را بسیار بسیار خطرناک توصیف کرد و اسرائیل را تهدید به تلافی کرد. من الان فصاعدا
از این لحظه به بعد هر کاری از دستمان بر بیاید انجام می دهیم تا پهپادهای اسرائیلی نتونن وارد آسمان لبنان بشن. هر پهپاد اسرائیلی را که وارد حریم هوایی لبنان بشه می زنیم. امروز ارتش اسرائیل اعلام کرد که جنگنده هایش به غزه حمله کردند. منابع فلسطینی می گویند که این حمله ها تلفاتی نداشته. حملات اسرائیل پاسخی به پرتاب 3 موشک از غزه به خاک اسرائیل بود. مقام های اسرائیلی همچنین اعلام کردند که انتقال سوخت به نیروگاه اصلی غزه را محدود خواهند کرد. گفته می شود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شخصا دستور این اقدام را صادر کرده. اینجا عراق است. مراسم تشییع جنازه نیروهای 8 شعبی که روز گذشته در حمله پهپادها به مواضع این گروه شبه نظامی کشته شدند. 8 شعبی که مورد حمایت ایران است، امریکا را هم در این حملات شریک اسرائیل می‌داند. مقام‌های اسرائیلی و امریکا هنوز واکنشی به این ماجرا نداشتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اما هفته پیش به طور تلویحی دست داشتن این کشور در حمله به مراکز شبه نظامیان عراقی وابسته به دولت ایران را تایید کرده بود. او گفته بود ایران هیچ جا در امان نخواهد بود. همزمان دیدبان ناظر به حقوق بشر سوریه میگوید در حمله نیمه شب گذشته اسرائیل به سوریه دو عضو حزب الله لبنان و یک فرد دیگر که گمان می‌رود شبه نظامی ایرانی باشد کشته شدند. ایران اما این خبر را تکذیب می‌کند. اسرائیل می‌گوید حمله به سوریه برای جلوگیری از حمله برنامه‌ریزی شده نیروی قدس به رهبری قاسم سلیمانی با پهپادهای انفجاری به اسرائیل انجام شده و موفق هم بوده. می‌خواهم تأکید کنم که ما هر گونه تهدیدی علیه اسرائیل را تحمل نخواهیم کرد و هر کشوری در منطقه که بخواهد از خشونت علیه اسرائیل استفاده کند، عواقب آن را خواهد دید. این هم واکنش قاسم سلیمانی به تحولات منطقه. میگوید این آخرین دست و پا زدن های اسرائیل است. بروز جنگ و درگیری در منطقه بین اسرائیل و نیروهای هوادار ایران یکی از غیرقابل پیش بینی ترین رویدادهاست. آنقدر که پست های اینستاگرامی یا موضع گیری های مقام ها در رسانه ها نیمی از واقعیت را هم نشان نمی دهد. شیدا هوشمندی، بی بی سی. ساعتی پیش از میثم بهروش، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه لند، پرسیدیم که علت افزایش حملات به مواضع گروه‌های نزدیک به ایران در چند روز گذشته چیست؟ علت تا حدی اینه که اسرائیل میخواد در واقع همراهی بکنه با این کارزار فشار حداکثری علیه ایران، ولی از اون طرف هم در واقع ایران با توجه به این شرایطی که الان توش قرار داره، داره تا حدی استراتژی منطقه‌ایش رو به شکل بسیار نرم داره عوض میکنه. یعنی یک بخشی از اون زیرساخت دفاعی یا تهاجمی خودش در سوریه رو داره انتقال میده به عراق و حتی مثلا در این جریان بازپسگیری ادلب از طرف دولت سوریه و روسیه ما زیاد خبری از نیروهای مورد حمایت ایران نمیشنویم. بنابراین به نظر میرسه که داره یه ذره حضورش رو در سوریه تا حدی کمرنگتر میکنه که بتونه در واقع نیروها رو به نزدیک مرزهای ایران که به هر حال امنیت و کنترل بیشتری روشون داره، یعنی در عراق، انتقال بده. بعد دلایل داخلی هم داره، یعنی فقط خارجی نیست. آقای نتانیاهو دوباره قرار در انتخابات شرکت بکنه، ماه سپتامبر برگزار میشه بعد اینکه اون انتخابات قبلی نتونستن، حزب لیکود در واقع نتونست اون اکثریت رو در پارلمان به دست بیاره و در واقع پارلمان منحل شد. از این طریق در واقع دولت نتانیاهو سعی میکنه که آرای داخلی رو جلب بکنه با رسانه کردن، با تشدید این حملات رسانه کردن. میثم بهروش بود از دانشگاه لند در سوئد. دور نهم نشست طالبان و آمریکا در دوحه پایتخت قطر ادامه دارد. منابعی در گروه طالبان به خبرگزاری رویترز گفتند که توافق با آمریکایی‌ها به معنای ختم جنگ این گروه با نیروهای افغان نخواهد بود. یک فرمانده دیگر طالبان همچنین گفته که بر اساس این توافق آمریکا حمایت از دولت افغانستان را متوقف می‌کند. ادعایی که ساعتی پیش زلمی خلیلزاد نماینده آمریکا در گفتگوهای صلح افغانستان آن را رد کرد. حسیب عمار خبرنگار ما از دوحه گزارش می‌دهد. بار اول نیست که مقامات آمریکایی تأکید می‌کنند که حمایت آمریکا از نیروهای امنیتی افغانستان
پس از دستیابی به توافق با طالبان ادامه خواهد یافت. حالا در واکنش به گزارش خبرگزاری رویترز که به نقل از برخی فرماندهان طالبان نوشته که پس از اون که آمریکایی ها و طالبان توافقنامه را امضا کردند، دیگه نیروهای امنیتی افغانستان از حمایت آمریکا برخوردار نخواهد بود. ما بلافاصله پس از انتشار گزارش با برخی مقامات آمریکایی صحبت کردم، اونا گفتند که چنین اتفاق رخ نخواهد داد و آمریکا متعهد هست که از نیروهای امنیتی افغانستان پس از دستیابی به توافق با طالبان ادامه بدهد. با این حال در همین گزارش از برخی فرماندهان طالبان نقل قول شده که اونها پس از دستیابی به توافق با آمریکا به جنگ خود علیه حکومت افغانستان ادامه خواهند داد. ما میدانیم که آتش بس باید در مذاکرات بین افغانی بر سرش توافق شود بین خود افغان ها و این مذاکرات هنوز مشخص نیست که چه زمانی برگزار می شود. من همین سوال با برخی از مقامات آمریکایی در میان گذاشتم و گفتم که به این معنی است که جنگ طالبان ادامه پیدا خواهد کرد علیه حکومت افغانستان پس از اون که آمریکایی ها با طالبان به توافق برسند. اونا گفتن که باید منتظر نتیجه مذاکرات باشیم، مذاکراتی که تا دیر شب ادامه داشت دیروز و طرفین البته بین خود صحبت میکردن، یعنی هر گروه یا هر هیئت مشوره میکردن بین خود، ظاهرا روی جزئیات صحبت میکردن که هنوز حل نشده مانده، جزئیات مرتبط به خروج نیروهای خارجی از افغانستان، مشخصا آمریکایی، اینکه چگونه از افغانستان خارج شوند، چگونه تضمین شود راه خروجشان که حمله نشود در جریان خروج نیروهای خارجی از افغانستان به این نیروها، و همچنین طالبان چگونه تضمین میکنند که دیگر گروه های تندرو مثل القاعده از افغانستان علیه آمریکا حمله نخواهند کرد با استفاده از خاک افغانستان. خبرنگار ما حسیب عمار در دوحه. نگرانی سرمایه گذاران از بالا گرفتن جنگ تجاری آمریکا و چین موجب سقوط شدید ارزش سهام در بازارهای شرق آسیا شده. دونالد ترامپ روز جمعه خبر داد که تعرفه واردات چین به آمریکا تقریبا برای همه کالاها افزایش پیدا خواهد کرد. چین هم پیشتر گفته بود که در اقدامی مشابه در دست انجام دارد و تعرفه‌های جدیدی برای چند کالای خاص در نظر خواهد گرفت. خشایار جنیدی از واشنگتن با ماست. خشایار، این داستان تا کی میخواد و تا کجا میخواد ادامه پیدا کنه؟ واقعیت این هست که دعوای تجاری بین آمریکا و چین و به خصوص آنچه از سمت آمریکایی‌ها رخ میده نگرانی‌هایی رو ایجاد کرده در مورد اینکه ممکن هست آسیب جدی به اقتصاد جهانی وارد بشه و اون رو به سمت رکود ببره. در خود آمریکا هم تحلیلگران نگرانی هایی رو ابراز کردن از اینکه شاخص های اقتصادی و داده هایی که منتشر شده نشون میده اقتصاد تمایل داره به سمت رکود پیش بره، هرچند که آقای ترامپ چنین موضعی رو قبول نداره و میگه اقتصاد در وضع خوبی هست. اما با بالا گرفتن تنش های اقتصادی بین آمریکا و چین در روز جمعه بعد از اینکه چین اعلام کرد که بر 75 میلیارد دلار از صادرات آمریکا به تلافی تعرفه هایی که آمریکا بر صادرات چین اعمال کرده تعرفه های جدیدی رو داره اعمال میکنه، آمریکایی‌ها بلافاصله اعلام کردن که قصد دارن بر 300 میلیارد دلار از واردات دیگرشون از چین حدود 30% تعرفه ببندن که این باعث نگرانی بسیار زیادی در بازارهای مالی شد. نمودش رو امروز صبح در بازارهای آسیایی دیدیم. شاخص هنگ سنگ بورس هنگ کنگ حدود 3%، 2.5-3%، شاخص نیکه ژاپن همین حدود سقوط ارزش داشتند. اما آقای ترامپ حدوداً ساعتی پیش سخنانی رو بیان کرد که یک مقدار امیدواری به بازارها داد و اون بر این مبنی بود که چینی‌ها روز گذشته با او تماس گرفتند و ابراز تمایل کردند برای ادامه گفتگوهای تجاری با هدف رسیدن به یک توافق، و آقای ترامپ صحبت‌های مثبتی رو در مورد امیدواری خودش به توافق با چینی‌ها بیان کرد در حاشیه نشست گروه هفت، و این باعث شد که یک مقدار امیدواری در بازارهای اروپایی دیده بشه. شاخص ککقان بورس پاریس و همینطور دکس فرانکفورت حدوداً 0.5% هر کدومشون افزایش داشتند، و در ابتدای معاملات بازار اینجا در آمریکا هم شاهد این بودیم که شاخص‌های عمده بورس نظر خوبی نشون دادن به سخنان آقای ترامپ و بازارها با فعالیت مثبت آغاز کردند. خشایار خیلی ممنون. خشایار جانیدی از واشنگتن با ما بود.
سران هفت کشور صنعتی در آخرین روز نشستشان در بیاریس فرانسه درباره تغییرات اقلیمی و تنوع زیستی گفتگو کردند. کمک به کشورهای درگیر در آتش سوزی های اخیر در منطقه آمازون در دستور کار نشست امروز بود. رئیس جمهوری فرانسه ابراز امیدواری کرده که در نتیجه این مذاکرات کمک های فنی و مالی هم فراهم شود، چون آتش سوزی های گسترده در جنگل های آمازون به گفته او یک بحران جهانی است. شورشیان حوثی در یمن میگویند که با پهپاد به یک پایگاه نظامی در ریاض پایتخت عربستان حمله کردند. در بیانیه حوثی ها جزئیات یا شواهدی درباره این حمله ارائه نشده. عربستان وقوع چنین حمله ای را تکذیب کرده. شورشیان حوثی در هفته‌های اخیر حمله با موشک و پهپاد به اهدافی در خاک عربستان را افزایش دادند. حوثی‌ها که از حمایت ایران برخوردارند، بیش از 4 سال است که با دولت عبدالرب منصور هادی و حامیانش، یعنی ائتلاف به رهبری عربستان، می‌جنگند. ارتش افغانستان میگوید که 15 سرباز و عده‌ای غیر نظامی را از زندان طالبان در ولایت قندوز آزاد کرده. طالبان هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. کمیسیون امور زندانیان طالبان گفته که این گروه حدود 3000 زندانی دارد که بیشترشان سربازان ارتش، نیروهای پلیس و کارمندان دولت هستند. دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان میگوید که طالبان با زندانیان بدرفتاری میکنند. ده ها هزار نفر از پناهجویان روهینگیا در اردوگاهی در بنگلادش تجمع کردند برای یادبود روزی که آن را سالگرد نسل کشی مینامند. 2 سال از روزی میگذرد که آنها در پی حمله نظامیان میانمار مجبور به فرار شدند. اکبر حسین خبرنگار بی بی سی از محل تجمع گزارش می‌دهد. ده ها هزار تن از مسلمانان روهینگیا جمع شدند تا اجرای عدالت را درخواست کنند. آنها برای کشته شدگان به دست ارتش میانمار دعا کردند. کشتاری که آن را نسل کشی روهینگیا می نامند. پناهجویانی که در این اردوگاه در بنگلادش زندگی می کنند، از دولت میانمار می خواهند حق شهروندی و حقوق انسانیشان را به رسمیت بشناسند. 2 سال پیش به اینجا آمدیم چون مادرها و خواهرانمون رو در میانمار شکنجه می کردن. با این تجمع می خواهیم به دنیا بگیم که ما قربانی نسل کشی و شکنجه هستیم. اینجا بزرگترین اردوگاه پناهجوی جهان است. بیش از 1 میلیون مسلمانان روهینگیا اینجا زندگی می کنند. در تنگنا و شرایط بد بهداشتی. وقتی در اطراف اردوگاه قدم می زدم، چهره ها مضطرب بود. اما همه می گفتند که نمی توانند به میانمار برگردند. از بیماری های مختلف رنج می بریم. از گرما داریم خفه می شیم. با این حال هنوز اینجا زندگی می کنیم. چطور می تونیم برگردیم؟ عدالت می خواهیم. اگه برگردیم میکشنمون. فقط در صورتی که به عنوان روهینگیا حقوقمون رو به رسمیت بشناسن برمیگردیم. اما بدون برقراری عدالت باز هم کشته میشیم. سرکوب نظامی که از سال 2012 در میانمار جریان دارد، بسیاری از مسلمانان روهینگیا را فراری داده. در سال 2017 بیش از 700 هزار نفر به بنگلادش گریختند. سازمان ملل از این سرکوب به عنوان مثال بارز پاکسازی قومی یاد کرده. دولت بنگلادش میگوید مسلمانان روهینگیا نمیتوانند برگردند چون میانمار عملاً چنین اجازه‌ای نمیدهد. اما بنگلادش خودش یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و توان نگهداری از آنها را ندارد. بسیاری از مردم بنگلادش معتقدند که پناهجویان روهینگیا باید به کشورشان هر چه زودتر برگردانده شوند. اما دولت میانمار تمایلی به تغییر سیاستش نشان نمی‌دهد و چشم‌اندازی برای حل مشکل این پناهجویان دیده نمی‌شود. اکبر حسین، بی بی سی نیوز، دهکا. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. تا دقایقی دیگر با خلاصه خبرها با شما خواهم بود.